درود بر بینندگان تلویزیون مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم، مطابق معمول روزای چهارشنبه ساعت 5 به وقت واشنگتن در خدمت شما بودم. حالا علت اینکه میگم بودم برای اینکه دیگه بعد از این نخواهم بود، علتش اینه که من یک ساعت وقت گرفتم توی برنامه چنل وان، برنامه آقای شهرام مامایون، و خب میدونید که من وقتی یه جا برنامه میگیرم خودم کمک مالی میکنم به اون تلویزیون، خب به همین تلویزیون مردم یا ایتو یا دیگر جایی که هستم، رسانه‌ای که هستم، کمک مالی میکنم. برای که خب اینا که آگهی ندارن، درآمد ندارن، باید یه کسی کمک کنه، مردم که کمک نمیکنن، پس برنامه سازا باید خودشون کمک کنن. و چون اونجا تعهدی که کردم بزرگتر مبلغش، مجبورم یه داری جمع جور کنم. ببینید من حالا اینی که میگم، ببینید من یکی از دوستام توی یه کار میکرد یه زمانی تو قالی فروشی، همین دو هفته پیش برای من تعریف کرد، گفتش که یه قالی رو که خریده بودیم خودمون 4000 دلار، من به یه مشتری فروختم 14000 دلار. بعد صاحب مغازه اومد کلی با من دعوا کرد که تو این فرش رو مفتدی رفته. میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا بعضی بزنس ها اونجوری پول در میارن. اما بزنس ما، میدونی من بارها براتون گفتم، من اینسپکتور یا معاینه گر سیستم های آتش نشانی و کپسول های آتش نشانی هم. خب یک کپسول آتش نشانی رو میاره مغازه ما، نگاه میکنیم، ما اگر همه چیز بینیم پودرش خوبه، درجهش خوب کار میکنه، لولهش خوب کار میکنه، دستهاش خوب کار میکنن، همه چیزش خوبه، تاریخش هنوز نگذشته و خوبه، یه تگش میکنیم، یه تگ جدید میذاریم که این در تاریخ فلان اینسپکشن یا معاینه شد، 9 دلار میگیریم. یعنی اگر شک دارید زنگ بزنید به آفیس ما بگید آقا من یه کپسول میخوام بیارم اونجا برام معاینه کنید، اینسپکشن کنید، چقدر میگیریم؟ 9 دلار. خب وقتی میریم توی یک رستورانی سیستمش رو اینسپکشن میکنیم، اون سیستم اینسپکشن میکنیم، ممکنه بین 100 تا 200 دلار میگیریم. اما وقتی میریم رستوران اینسپکشن میکنیم، رستوران اگر مکزیکی باشه که تا ساعت 9 صبح داره صبحانه میده، ما رو راه نمیده. اگه چاینیز باشه که 9 صبح بسته است، 11 وام میکنه. پس بنابراین ما امکان این که بریم اونجا چندین اینسپکشن بکنیم رو نداریم. فقط در یه ساعت محدودی میبینیم، صبح مثلا 2 تا و بعد از ظهر فرض کنید که 3 تا، در نتیجه اونم محدوده. خب خرج آفیس هست، نمیدونم بینه هست، نمیدونم چیزهای مختلف هست، یعنی آنچنان بیزنس پول زیادی در بیاد نداریم. نه اینکه ناله کنم بگم که هیچی در نمیاد، نه در میاریم، خرج زندگی مون در میاریم، حتما یه دم اضافه در میاریم که میتونم بیام تو تلویزیون ها بگم مثلا من توی تا حالا توی 3 تا تلویزیون بودم توی بله دیگه، و با اگر اینطور هم حساب کنیم 4 تا تلویزیون میشه، 2 تا رسانه میشه، 2 تا رادیو میشه. خب وقتی که تقریبا نه که به همه اینا، تقریبا به همه اینا کمک میکنی، پس معلومه چه که پولی در میاری و این پول محدوده. وقتی محدوده یه جا خرج زیاد شد، مجبوری یه جای دیگه خرج کم کنی. حالا البته اونجا با من صحبت کردن، گفتن ما سعی میکنیم برای برنامه تو یه اسپانسر پیدا کنیم که مثلا تو برنامه از اون موضوع یا فرد یا شرکت یا کالا صحبت کنی و اونا پول برنامه تو بدن. و لذا من خیلی بینندگان تلویزیون مردم تیوی رو خیلی دوست دارم و خیلی دوست دارم که در خدمتشون باسم برگردم و در خدمتشون باشم. و تمام مهمتر خود آقای پارسا سوربی بسیار آدم روراست، درست و رفتار خوبی دارن و چیزایی که مثلا فرض کنید که من توقعش نداشتم انجام دادم، یعنی تصویر من گذاشتم مثلا تو یوتیوب، یا مثلا حتی نوشته های من این ورمر اگه در میارن یه جایی میذارن که همه مردم بتونن بخونن و بعد برای من میفرستن که چند نفر این نوشته ای تو رو خوندن و نگاه کردن. خب اینا برای من تعهد این کارا رو نداشتن، اینا همه لطفی بود که ایشون به من کردن و من متقابلا ازشون سپاسگزار هستم. این یعنی آره دیگه، پریروز امروز که من این برنامه رو خدمتتون تقدیم می‌کنم، 6 آبان 2575 هخامنشی یا شاهنشاهی از پادشاهی کوروش.
و برابر است با 2016 از تولد عیسی مسیح. خب پریروز که امروز که ششم، پریروز 4 آبان بود، تولد آقای محمد رضا شاه بود، چند روز قبلش تولد خانم شهبانو فرح بود و 9 آبان هم تولد شاهزاده رضا پهلوی خواهد بود. و من این تولدها رو به همه خانواده پهلوی و همه اونایی که پهلوی دوست هستن تبریک میگم. البته خب مردم ایران هیچ دلیلی نیست که همه پهلوی دوست باشن، خیلی ها از پهلوی ها خوششون نمیاد و دلایل خودشونو دارن دیگه. منم هیچ وقت نمیگم که این پدر و پسر یعنی رضا شاه و محمد رضا شاه فرشته بودن از آسمون افتاده بودن، ولی من عقیده دارم این پدر و پسر ما رو از قعر عقب موندگی تاریخ آوردن، نزدیک کردن به سطح اروپایی ها. ببینید اگر من براتون یه مثال میزنم، این چیزی که من براتون میگم شاید مربوط است به 50 سال پیش، نه 50 سال بیشتر، 60 سال پیش، 70 سال پیش. فامیله ما رسودن بغداد، مهمون یکی از اقوامشون که ایرانی بود اونجا زندگی میکرد و اون فرد به خاطر اینا که مهمون بودن یه سری از آشناها و اینها رو از صنف چاپخونه‌دار و رئیس اتحادیه چاپخونه‌دارا و صنف چاپخونه اینا رو دعوت کرد با خانوماشون. اون بستگان ما میگفتن که ما که وقتی میرفتیم اونجا خانمها رو کردن یه اتاق، مردها رو توی یه اتاق، یک اتاق غذا کشیدن آوردن، سفره پهن کردن روی زمین و گفتن که آقایون بفهمن. آقایون رفتن اون ظرفا غذاها رو خوردن اینا. بعد که خانوما نوبت خانوما شد فقط بشقابای غذاخوری رو عوض کردن، بقیه همون بود. یعنی چی؟ یعنی اون پلوی که نصفش خورده شده بود نصفش مونده بود، اون خورشی که نصفش خورده بود نصفش مونده بود، اون مثلا فلکاری که دلمه‌ای که اصلا دیگه تموم شده بود رفت، خانوما میرفتن بقیه، یعنی در واقع تمونده غذا رو میخورن. خب این وضع در بغداد بود، پایتخت عراق. در بقیه این کشورهای همسایه هم کم و بیش همینطوره، غیر از ترکیه که ترکیه خب چون که یک دولت عثمانی بوده نیمی از اروپا رو داشته و با اروپایی ها برحال در جنگ که باشی در ارتباط هم هستی دیگه، ولذا اونجا خب یه مقداری فرق میکنه، ولی اونجا هم بازم ایران رفتار از اونجا هم برتر و بالاتره. البته شما ممکنه بگید که ما ایرانی ها الیم بلیم بلیم بلیم، اینا نیستش. ما ایرانی ها ایرانی هستیم، اونا ترکیه ترکیه‌ای هستن، فرقمون فقط همینه، اونا ما ایرانی هم، اونا ترکیه‌ای هستن. خب حالا اگر اولا که از لحاظ نجات شناسی اگه بررسی کنیم، وقتی که آریاها اومدن به ایران بر طبق کتاب روزگاران به قلم آقای عبدالحسین زرینکوب، به قلم آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب، کتاب روزگاران که من از اون زیاد استناد میکنم، میگه که آریایی ها از آغاز هزاره قبل از میلاد، هزاره قبل از میلاد میشه یعنی چی؟ یعنی میشه از تاریخ حالا میشه 3000 سال پیش، 3016 سال پیش، از 3016 سال پیش وارد فلات ایران شدن. وقتی وارد فلات ایران شدن در ایران یک اقوام مختلفی زندگی میکردن، یعنی ایران کشوری بود که از اقوام مختلفی قبل از آریاها تشکیل شده بود و اونا بهشون گفتن اتحادیه ماناها. و این اتحادیه ماناها از شمال تحت هجوم های اوراتوری، یک گروهی بودن که یا آراراتا بودن، یک گروهی در اونجا زندگی میکردن، گاه به گاه حمله میکردن و غارت میکردن و فرار میکردن. از طرف جنوب از طرف دولت ایلام در حمله بود، حمله میکردن، غارت میکردن، فرار میکردن. از طرف شمال، از طرف غرب، از طرف دولت آشور مورد حمله بود، با وجود که این سرزمین فلات ایران خراجگزار آشور بود، یعنی سالانه به آشوری ها پول میدادن، یعنی ما این پول میدیم که شما مواظب ما رو داشته باشید، هوای ما رو داشته باشید. با وجود که این پول میدادن، با این وجود آشوری ها گاه به گاه حمله میکردن و غارت میکردن و فرار میکردن. و از طرف شرق هم
اقوام آسیای مرکزی سکاها و کاسپیانها، کاسها اینا حمله میکردن. سکاها و کاسها و اقوام دیگری که در منطقه مغولستان و تاتارستان و اون جاها زندگی میکردن گاه به گاه حمله میکردن و غارت میکردن. پس بنابراین این فلات از چهار طرف مورد هجوم گاه به گاه بود. وقتی آریایی ها وارد این سرزمین شدن، من به آریایی میگم آریایی مهاجر و مهاجم، یعنی اگه که از جلوی راهشون باید میسادی میجنگیدن و اگر هم نه که میامدن اینجا زندگی کنن، میامدن یه سرزمین بهتری رو برای زندگی خودشون پیدا کنن. این سرزمین اون فلات یعنی اون اتحادیه ماناها مقدم آریایی ها رو گرامی داشتن. اولی گروه هم که اومدن ماتا بودن، بعد پارسا اومدن، بعد پارتا اومدن. اون ماناها مقدم اینا رو چرا گرامی داشتن؟ برای که دیدن اینا مردمان دلاوری هستن، مردمانی هستن که اگه پاش بیفته جنگ کنن جنگاورن، ولی زها گفتن که خب در هجومایی که به ما میشه اینا میتونن ما دفاع کنن، پس یک اتحادیه اینا باستن و اجازه دادن که آریایی ها بیان تو این سرزمین زندگی کنن. پس این سرزمین یعنی فلات ایران سرزمین در واقع مادری آریایی ها نیست، بلکه سرزمین ثانوی آریایی هاست. سرزمین اولیهشون یه جایی بوده بین اروپا و آسیا که دقیقا معلوم نیست کجا بوده، ولی یه جایی بوده بین اروپا و آسیا، مثلا فرض کنید که جنوب فلان، مثلا فرض کنید از اونجا اومدن یه گروهشون سرازیر شدن اومدن به طرف ایران، یه گروهشون سرازیر شدن رفتن به طرف هند، ولی لذا این گروه رو میگن هند اروپایی، یعنی گروه شاخه هند اروپایی. خب پس چه تاریخی هست این اتفاق افتاده؟ 3000 سال پیشه، یعنی چند سال قبل از کوروش، یعنی 500 سال قبل از کوروش آریایی‌ها وارد ایران شدن. من نمیگم دقیقاً 500 سال، من میگم بر حسب برآوردی که این کتاب روزگاران، من اجازه بگیری یه لحظه با من ببخشید منو بله، این کتاب روزگارانه و میبینید این کاغذ که توش گذاشتن اینا هر کدوم علامت دادم، مثلا فرض کنید که هو بخشتره مثلا اینجا، البته میتونم از آخرش صفحه بندی داره برم از اون نگاه کنم، ولی اونجا مثلا وقتی میری مثلا کوروش رو نوشته در صفحه های فلان و فلان و فلان و فلان و فلان اسمش اومده، ولی اون چیزی که من میخوام اینجا رو این کاغذه این بغلش نوشتم و اینجوری گذاشتم. در این کتاب بذارید که من نشونتون بدم، بله بذارید کنید، روزگاران تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی، دکتر عبدالحسین زرینکوب، اینم روی جلدش هست به اصطلاح، یک بخشی از تخت شمشیر. حالا پس بنابراین 500 سال قبل از کوروش آریایی ها وارد این سرزمین شدن و سرزمین در معرض چهار قوم ایلام، آشور، چادرنشین های آسیای مرکزی و اوراتورا بود و اینا که اومدن یک کمی این سرزمین تقویت شد، یعنی هجوم ها کمتر شد، تا اینکه اومدن بزرگان ماد و بزرگان پارس و بزرگان اون قوم ماناها و همچنین پارتا اومدن یه شخصی به نام دیاکو رو انتخاب کردن، گفتن تو بیا قاضی بشو، گفتن ما دعوا میشه سر یه چیزی میزنیم هم دیگه رو چل و پل میکنیم، تو بیا قاضی بشو. دعوا چجوری میشه؟ مثلا فرض کنیم که یه نفر رفته مثلا زمینی رو توش مثلا لوبیا کاشته، درست؟ به هوای این که محصولش در بیاد مثلا از توی یه مقدار از این زمین یه مقداری لوبیا در بیاره برای غذا خودش برای مثلا فروش. یه نفر گله گوسفنداش یا گاواش رفته اونجا نصف این مزرعه رو خورده، خب دعواشو میشه، اون که مزرعه من خورد، من این همه زحمت کشیدم اینجا کاشتم اومدم خورد، دعوا که میشه، دعوا میشه، خب چوب و چماق و جنگ.
اینا گفتن ما یه دونه دیاکوت تو رو ما انتخاب میکنیم به عنوان قاضی، هر وقت دعوامون شد میگیم پلو تو بین ما نظر بده، هر چی نظر دادی ما قبول میکنیم. اونم مثلا مثال بزنیم، فرض میکنید میگفتش که این نخودی که مثلا تو کاشتی اگر محصولش همه محصولش به دست میامد، مثلا من حس میدنم فرض کنیم که 100 دلار میشه، اینا نصف محصول خوردن 50 دلار میشه و 50 دلار هم هنوز که هنوز اونا نخود نشده بود، یه مقدار مونده بود تا برسه، پس مثلا 30 دلار بده اونایی که گوسفندایی که صاحب گوسفندایی که این زمین خوردن، مثلا 30 دلار بدن که اون نصف زمین خوردن جبران بشه. یه همچی چیزی حالا به هر شکلی که بوده دیگه جزئیات مشخص نیست. دیاکو بعد یه مدت خسته شد، گفت آقا من از کار زندگی خودم موندم، من نمیخوام قاضی باشم، ببین شما ول کرد و رفت. مردم رفتن بعد یه مدت دیدن دوباره دعوا شد و مشکل شد، رفتن پلوش گفتن آقای دیاکو بیا این دفعه ما به تو یه مقدار پول میدیم، یه مقدار نفر میدیم، قدرت میدیم، تو یه کمی قدرتمند باش، هم خرج زندگیت رو در میاری، همین که نفراتی داری که اون نفرات به تو کمک میکنن که نفاقا رو حل کنی. بعد دیاکو پسرش فرورتیش جاش نشست. فرورتیش خب طبیعی سالا قدرت رو ایده کرده بود دیگه، گفت من اینایی که میان به ما هجوم میکنن بریم بهشون بجنگیم، چه صبر کنیم بیان به ما هجوم کنن، قبل از اینکه هجوم کنن الان میریم باهاشون میجنگیم. تصمیم گرفت که دولت آشور و سکاها رو باهاشون بجنگه، منتها دولت آشور سکاها رو تحریک کرد، این اقوام شرقی که از آسیای مرکزی میامدن اینا هجوم آوردن، به هر حال فرورتیش در جنگ اونا با اونا کشته شد و پسرش هوخشتره همون مقام رو گرفت. هوخشتره خب دیگه دیده بود که چه بر سر پدرش مونده بود، حواسش جمع کرد، اول سکاها رو باشون رابطه برقرار کرد، یه مدار آشتی کرد، به هر حال با حیله همه سرانشون رو کشت و سکاها رو تارمار کرد. بعد حمله کرد به آشور، با آشور رو شکست داد و آشور طوری شکست خورد که از اون تاریخ به بعد دیگه کشوری به نام آشور دیگه پا نگرفت، یعنی تمام شد آشور، یعنی دیگه کشوری به نام آشور وجود نداره از اون به بعد. بعد بزرگترین قدرت اون زمان رو تشکیل داد، یعنی اون موقع یونان و روم هم هنوز نبودن، که تنها چیزی که کنارش بود بابل بود، بقیه جهان همه بقیه نقاط متمدن جهان جزو اونجا بود. بعد که خب دیگه آزیتاک پادشاه شد، آزیتاک چون به راحتی به بسیاری چیزها رسیده بود، پادشاه خوشگذران و مردم رو ناراضی کن بود و به هر حال بقیهش میدونید که دخترش ماندانا رو به زنی داد به پادشاه پارس و دختر زاده خودش کوروش رو میخواست بکشه و به هر حال قضیه بقیه قضایا دیگه. بعد کوروش پادشاه شد، کوروش از طرف پدر پارس بود، از طرف مادر پارت بود و همه قبولش کردن، به هر حال پادشاه شد و بزرگترین پادشاه تاریخ شد. و در کاش که امکانات شداشتم براتون میذاشتم یه ویدیوی آقای سیاوش لشکری برای من فرستاده که آقای مهدی خزعلی مثل آقای بازرگان میمونه، یعنی چیز نداره، امامه نداره ولی آخونده کچلواریه. میگه پیامبر کوروش، حالا میترسم از موضوع خارج بشیم ولی میگم، میاد سوره کهف رو از آیه 83 تا 90ش یه تعدادی اینجوری میخونه که در اونجا از ذوالقرنین صحبت میشه و آقای دکتر مهدی خزعلی میگه ذوالقرنین یعنی کوروش. حالا همون ذوالقرنین رو اگر همون آیه رو همون سوره رو و همون آیه هایی که گفتم اشاره کنید، یه جش میگه که رفتن ذوالقرنین رفت دنبال خورشید ببینه کجا غروب میکنه، رفتید خورشید رفت توی چشمه آبی که تاریک و تیره بود اون تو رفت. اگر کتاب قرآن و فارسی رو دارید لطف کنید حتما از سوره کهف آیه 80 تا 90 شو بخونید یا تا 95 شو بخونید، بسیار چیز خنددار اونجا میبینید که البته آقای دکتر مهدی خزعلی میدونید آخونده مالکشن، یعنی میدونی چی؟ یعنی وقتی قرآن رو برای ما میخوان بگن اون نکات خنددارش رو نمیگن، اون نکات خوبش رو میگن،
ولذا اینم نمیاد بگه، اونجا نمیگه که مثلا فرض کن رفتن خورشید رفت تو اونجا. بعدین توی قرآن می نویسه که ذوالقرنین رسید به مردمی که هیچ نمیتونه حرف بزنن. بعد این مردمی که هیچ نمیتونه حرف بزنن به ذوالقرنین گفتن که اینجا یه قومیست به نام یعجوج و مأجوج ما را اذیت میکنن. ببینید آقای محمد یادش میره که بابا الان گفت که تو نمیتونه حرف بزنن، دوباره الان میگه با ذوالقرنین حرف زدن. میگم اون اصلا کمدی زنگ تفریح، اون زنگ تفریح واقعیه، بخونید حتما. بعد میگه که این مردمی که نمیتونن حرف بزنن گفتن که یه قومی هستن به نام یعجوج و مأجوج. آخه ببینید من از برنامه توی این به اصطلاح تلویزیون کانال یک که روزهای سه شنبه هستم اسمش هست در پی خرد. واقعا آدم بده خردشو به کار بندازه فکر کنه، آخه همچی چیزایی میشه؟ یعنی آقای محمد گفته که خورشید رفت، ذوالقرنین گفت خورشید رفت توی چشمه آب، یعنی آقای قرآن این آورده دیگه. یعنی آقای محمد تصورش این بود که خورشید به اندازه یک توپ بسکته. خراسان میگفت اینقدی به نظر میاد. شما یه بچه بپرسی به خورشید دیگه خورشید به نظر چقدیه میگه قدیه، چون که حجمش رو نمیتونه تصور کنه، بزرگی اون رو. ولی از جانب خدا گفتن خنده داره. خدا که میدونه که خورشید اگه بنده اندبانه باشه کره زمین بنده خشخاشه، ما روی این کره زمین موجودات میکروسکوپی به حساب میان علاوه مثلا کهکشان ها. حالا میگه خورشید رفت توی چشمه آبی که تاریک بود فرو رفت اون توی چشمه. خب رفت توی چشمه پس چطور فرداش از اون بر اومد بیرون؟ بعد میگه ذوالقرنین رفت اون بر، رفت به طرف شرق که ببینه خورشید از کجا میاد بیرون. نوشته که رفت دید خورشید از بدن مردی که همه بدنش خورشید است میاد بیرون. اصلا معنی داره این حرفا؟ بعد آخه ببینید اگه یه قومی یعجوج اسمش، خب دیگه چرا مأجوج میشه؟ میدونید ما میگیم مثلا درخت درخت، نمیدونم توی مثلا فرض کنیم که پنیر منیر بیار دیگه، هندونه مندونه نداری دیگه. آقای خدا میگه یعجوج و مأجوج، اونم یه یعجوج میگه، اونم دنبالش مأجوج میگه. ما میگیم مثلا فرض کنیم که باخچه ماخچه، اونم میگه یعجوج و مأجوج. برحال از اون اون مردمی که نمیتونن سر بزنن ذوالقرنین میگن یه صد درست کن تو این دره که اینا از تو این دره میان طرف ما نتونن بیان طرف ما. ذوالقرنین میگه که برید سنگ آهن بیارید، اینا میرن سنگ آهن میارن. حالا ببینید مثلا فرض کنید که توی اون زمان مثلا فرض کنید که لابد یه سری تجارت خونه ای بوده، یه دونه حجره بوده، یه دونه شرکته بودن سنگ آهن میفروختن، یه تلفن میزدن الو مثلا 10 تا کامیون سنگ آهن اینجا بفرستید لازم است. سنگ آهن ها اومدن تلپ 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 همه را چیدن. ذوالقرنین گفت بچینید رو هم دیوار، بعد گفت مثل مذاب بیارید، انگار مثل مذاب هم مثل مثلا فرض کنید که سکنجبینه که میفروشن یا سرکه است یا آب لیموه. آخه مثل مذاب باید توی ظرف خاصی باشه، داغ شده باشه، حرارت بیاد که مذاب بشه. وقتی مذاب شد شما از این نقطه وقتی ورده ببرید اون نقطه وسط را، این دوباره سرد میشه دیگه، مذاب نیست که. آقای محمد اینا رو هیچ کدوم نمیدونه، اصلا به عمرش مثل مذاب ندیده. شنیده که مثل اگه داغ کنه آب میشه، این گفته برید مثل مذاب بخرید بیارید. توی قرآن همین سوره کهف. بعد مردم رفتن مثل مذاب آوردن. آقای چیز ذوالقرنین گفت اینو بریزید روی این دیوار آهنی که من درست کردم. ریختن، خلاصه اینها همه چیز شد، یک دیواری از مس و آهن درست شد که یعجوج و مأجوج نتونن بیان. آقای محمد تصور میکنه یعجوج و مأجوج مثل آبن، مثل سیلن که میاد میاد اینجا میرسه دیوار وای میسه پای دیوار. اما اینا آدم های قول پیکرن، اینا مگه نمیتونن از دره برن بالا؟ مثلا فرض کنید که مثال بزنم، ایران یه سد منجیل داری، میگفتن سد سپیدرود، درست؟
خب این صد دو تا آب این ورش وایساده، یعنی مردم از اون پایین نمیتونن بیان این بالا؟ با ماشین میرن از اونجا پایین، از میان بالا با اسب میان، با پای پیاده میتونن بیان بالا برن پایین. صد که جلو مردمو نمیگیره که، صد جلو آبو میگیره. فرار از این خنده‌دارهایی که میگفت. برگردیم به منظورم از این توضیحاتی که درباره ایران قدیم دادم، منظورم این بود که نژادی به نام آریا به اون شکل که ما ادعا میکنیم مخلوط است از نژاد آریا و نژادهای دیگه، و نژاد آریا هیچ برتری نیست. نژاد پرستی با هیتلر مرد، نژاد پرستی با هیتلر مرد. ما اگر بگیم که ما از نژاد آریا هستیم فقط به خاطر شناساییه. من بگم از خانواده مینویی هستم، خانواده مینویی با خانواده مثلا تابش یا با خانواده سرشدار فرقی ندارن که، اون اسمش سرشداره، اون تابش، اینا مینوییه. این میگه من از خانواده مینوییم، اون میگه من خانواده تابشم، اون میگه از خانواده سرشدارم. این هیچ کدومش دلیل فخر یکی بر دیگری نیست. فخر بر دانش، خرد و آگاهی و قدرته، نه بر این که من پدرم کی بود، مادرم کی بود. البته که حالا که گفتم پدرم مادرم کی بود، من اینو بگم. ببینید اگر پدر بزرگ من تو ایران مثلا قاچاقچی بود، یعنی چیکار، مثلا ورود سیگار ممنوع بود، مثلا پدر بزرگ من میرفت از لنچ میگرفت، میرفت اون لنچ رو مثلا یه جای پر سیگار وینستون رو نمیدونم کنت و اینا میکرد، یواشکی میامد یه جای اینا رو پیاده میکرد، نصف شب که همه هنوز پلیس و ژاندارمری هنوز مشغول کار نیستن اینا رو میابرد و میفروخت. خب پدر بزرگ من خلافکار بود دیگه، من به هر حال اون آثار خلافکاری توی وجود من هست. حتما پدر منم در اون زمانی که پدر بزرگم میرفته سیگار قاچاق میابرده، حتما پدر منم کمکش میکرده دیگه. پس تو وجود اونم یه مقدار از این هست، و پدر من برای من تعریف کرده کارهای پدر خودش، پس بنابراین تو وجود منم یه مقدار کارهای خلافی هست. من اولش گفتم درباره دوتا پهلوی میخوام صحبت کنم، بازم رو حرفم هستم، ولی حالا اجازه بدید که یه موضوع دیگر بگم بعد برم رو اون. ببینید ما ایرانی ها در زمان شاه، در زمان آقای محمد رضا شاه میامدن میگفتن که در امسال تولید گوشت گوسفند 15% نسبت به سال پیش افزایش یافت، امسال صادرات کفش به بازارهای جهانی از جمله به ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی 25% افزایش یافت، امسال مثلا فرض کنیم که تعداد دانشجوهایی که از دانشگاه پزشکی فارغ التحصیل شدن نسبت به سال گذشته 15% افزایش داشت. ما همه اینا رو میشنیم پوزخند میزنیم. میدونید یک چیزی تو خون ما رفته بود، اون که طرفدار مصدق باشیم بدونی که بفهمیم مصدق کی بود چیکار کرد. هیچ وقت فکر نکنید من میخوام به مصدق بعدی بگم، مصدق یک مردی بود که بسیار به ایران خدمت کرد و اگر فرصتی باشه دربارش صحبت میکنم، ولی به هر حال مصدق این آخرش اشتباه کرد، حکم خلع خودش رو که حکمیم 100% قانونی بود نپذیرفت و پست نخست وزیر رو ترک نکرد. این یعنی میشه کودتای آقای دکتر مصدق. حالا بگذاریم، به هر حال ما در ایران وضعمون اونطوری بود که شب تصمیم میگرفتیم، صبح پاسپورت میگرفتیم، ویزا هم بسیاری کشورها نمیخواستن، یعنی کشورهای مهم دنیا نمیخواستن، پا میشدیم اگه پول داشتیم البته، فردا صبحش حرکت میکردیم میرفتیم، پرواز میکردیم میرفتیم لندن، پاریس، برلین، نمیدونم بروکسل، نمیدونم هر جا که میخواستیم میرفتیم. پولمون بانک صادرات سر کوچه‌مون گذاشته بودیم، اونجا میرفتیم بانک صادرات میگرفتیم، اصلا 1000 تومانی رو میبردی توی فروشگاه. من خودم یه دفعه 1000 تومانی رو توی فروشگاه بزرگ لندن خرج کردم. خب اینجوری بود. بعد اومدیم گفتیم که نه، آقای خمینی قدیسه،
آقای خمینی مهاتما گاندیه، آقای خمینی به حکومت کاری نداره که میخواد بره قم بشینه طلبگی کنه. آقای خمینی گفته من از حالا مزاجی هم خوش نیست که بیام کار کنم، من باید برم قم طلبگی. نه اینکه ما گول خوردیم، بلکه اونایی که میگن آنجا که عقاب پر بریزد از پشه نازکی چه خیزد، آقای ژان پل سارتر فیلسوف و نویسنده و روزنامه‌نگار بزرگ فرانسوی گول خورد. تمام روزنامه‌های فرانسه و امریکا نوشتن خمینی قدیس است، خمینی گاندی است. ما هم گول خوردیم، اومدیم به خاطر اینکه یه تغییراتی بشه، گفتیم آقای محمد رضا شاه بره، آقای خمینی بیاد. آقای خمینی اومد، کشاورزی ما رو از بین برد، صنعت اون از بین برد، احترام جهانی ما رو از بین برد، نمیدونم همه چی دیگه مردم آواره کرد. یک قصه تلخی رو برای من فرستاده بودن و من باید اینو میدادم بچه ها پرینت کنم بیارم بخونم اینجا، که نبود. ببینم اگر بشه بتونم. نه نمیشه، برای که این باید اگه بخوام این کار بکنم باید یه نفر کمکم کنم، من نمیتونم وقت شما رو تلف کنم. برای اول خلاصش میگم، مش رجب زیر ماشین رفت مرد. شب اول گذاشتن قبر، نکیر و منکر اومدن گفتن که ای مش رجب عبادت چی جوری کردی؟ گفت منظورتون نماز روزه است؟ گفت آره. گفت اصلا اینا وقت نداشتن. گفتن چطور وقت نداشتی؟ گفت آقا من کارمند بودم، کار میکردم، پولم کافی نبود، مجبور بودم کارم تموم میشد دوباره میرفتم فلانجا کار میکردم، از اونجا میرفتم اونجا کار میکردم، شبا میامدم خونه خسته و مرده میخوابیدم، صبح دوباره بعد میرفتم سر کار. یه دونه اتاق اجاره داشتم که نمدار بود، همشم از طرز صابخونه نگران بودم. خلاص شر زندگیش گفت، نکیر منکر گزارش دادم به بالا که این اونقدری که باید بسوزه و عذاب کشیده الان تا حالا سوخته و عذاب کشیده، این دیگه باید بره بهش. حالا داستانش خیلی طولانی بود، واقعا گاهی وقتا آدم اشک به چشم می اومد. این وضع حال مردم ایرانه. البته بعضی ها میان ایران میگن آقا تمام مغازه ها پر میوه، همه میان میخریدن. آخه همه میان میخریدن کدوم همه؟ ما یه دفعه توی 6 سال ما توی سوئد زندگی کردیم، من خانوادم در یک منطقه بودیم، یک سری آپارتمان بود که پشت جنگل بود و یه ذره میرفتیم اون بردر یه دریاچه بود. بعد یک دوستی داشتیم اصفهانی بود، مادرش اومده بود اونجا، بعد میگفت عجب آقا میدونین همه ای مردم اینجا صبح میرن یه روز گفتم خانم شما حساب کن ببین چند نفر را میرن یا میدونن صبح. اومد گفت مثلا 18 نفر رو دیدم شمردم. گفتم خب اینجا 2000 نفر زندگی میکنن، 18 نفرشون را میرن، تو چرا میگه همشون را میرن؟ ببینید شما میرید ایران، فامیل به هر حال با سیلی صورت خودشون رو سرخ میکنن، مهمونی میدن، غذا میذارن، اون یکی ببینید اون که کارمنده، اونی که حقوق بگیره، اونی که طبقه متوسط پایینه، اون چجوری زندگی میکنه؟ اونی که با آخونده زد و بند کرده، تاجر آهن شده، اونو ولش کن، اون خوب پول در میاره، من اون پول در میاره. اونی که معلمه، اون چجوری زندگی میکنه؟ اونی که کارمنده، مثلا فرض کنیم که اداره باستانشناسی چجوری زندگی میکنه؟ حالا بعضی کارمنده های ادارات هستن پول میگیرن مردم، اما بعضی هستن که پولی نمیتونن بگیرن. ببین اونا چه جوری زندگی میکنن. من توی تهران، حالا تازه اون موقعی که من بودم تازه اوایل انقلاب بود، من هنوز مردم یه چیزی بود، امدادهای غیبی بود، میگفتن چه جوری زندگی میکنن امدادهای غیبی؟ گفت چطوری؟ یعنی گفت مثلا قالیچمون یکیش غیب میشه، مثلا فرض کن طلاهامون غیب میشن، ماشینمون غیب میشه، یعنی میفروشیم میخوریم. حالا اون موقع یارو اومده بود با کت و شلوار کراوات، اوائل انقلاب بود، هنوز اذیت نمی‌کردم، گفت آقا به خار میوه فروشی، گفت انگور حبه داری؟ بذاری منظورش چی بود؟ یعنی اون سبد انگورتون یه مقدارشون تهش حبه شده، دونه دونه شده، اونا رو دیگه مردم به قیمت خوب نمی‌خرن، اونا رو من به قیمت مثلا نصف قیمت به من بفروش. اینجوری شده بودن مردم، در حالی که
در رژیم گذشته من یادمه ما خونمون توی خیابون، یک زمانی البته تو خیابون شادمان بود، یه خیابونی بود یه سرش میخورد به جلوی پپسیکولا، به خیابون آیزنهاور میخورد، یه سرش به خیابون تاج میخورد، حالا اسمای جدیدش نمیدونم، به هر حال اینجوری بود. اون وسطاش یه چلو کبابی بود. ما خب گاهی وقتا میرفتیم مثلا تعطیلات و اینا و یا شبایی میرفتیم اونجا غذا میخوریم. بعد وقتی میرفتیم اونجا نهار بخوریم میدیدی که مثلا فرض کنیم که اگر 20 تا میز به اصطلاح مشتری نشسته، میدیدی 12 میزش کارگر ساختمانی هست، یعنی عمل او برنان. بعد یه نفر نخ میزن آقا میگم چلو کبابی، همه عمل برنان نشستن. تو کی میگی من روشن فکرم؟ تو کی میگی من ادعای مردم دوستی دارم؟ تو کی میگی من نمیم چپم فلانم؟ خب این کارگر زحمت کشه، این باید بیاد غذای خوب بخوره. وقتی من بچه بودم کارگرای ساختمانی نوننگور میخوردن. این فرقها رو شما دیدید یا ندیدید؟ ببینید من براتون یه چیز بگم، میگن رضا شاه دیکتاتور بود، خب بود، شکی نیست که میبایست باشه، غیر از اون پیش نمیرم. حالا اجازه من یه توضیح بدم، من یه عکسم نشونتون بدم. این عکس خانم شهبانو است با خانم گوگوش که حتما به مناسبت تولد شهبانو یه ملاقاتی انجام شده. اینم عکس آقای شاهزاده رضا پهلوی، خانم شیاسمینه و خانم گوگوش، حتما اینم تبریکی بوده، یه تجریانی بوده. ببینید گفتم یه مردوی مثال دارم. آقای رضا شاه دستور داد که مردا همه کچلبار بپوشن، کفش بپا کنن و زنا چادر از سرشون بردارن. بعد وقتی این اتفاق افتاد، همه این کارا شد، انجام شد، بعد یک آقای آخوندی توی مشهد رفت مسجد گوهرشاد، فکر میکنم بله مسجد گوهرشاد، شب رفت رومنبر گفتش که ناموس از دست رفت، حیثیت از دست رفت، اسلام از دست رفت، وای وای مردم بیایید صحبت کنیم فلان کنیم، این رضا خان این بلاها رو سر ما رو آورده، بیناموسی رو رواج داده، از این حرفا. امشب دورش 50 نفر بودن، فرد شب دیدن که 100 نفر شدن، پس فرد شب دیدن یه دفعه 500 نفر جمع شدن اینجا گوش میدن، بعدش دیدن تمام مسجد که پر شده و حیات و دوربرم پر آدم شده. خب حالا آقای رضا شاه باید چیکار میکرد؟ باید میشست، اگه میشست هیچی نمیگفت که خب فردا قومی ها میفهمیدن که اینطوری شده، اونا هم میکنن، بعد اصفهانی ها میفهمیدن اینطوری شده، بعد مثلا فرض کنیم که اهالی شهرهای دیگه هم میفهمیدن، بعد دیگه رضا شاه عبه میرفت دیگه، یعنی بعد کارش بر میکرد میرفت دیگه، یعنی از کار برکنارش میکردن. از کار برکنار میشد، اولا به این هدف که برداشتن چادر و کچل با پوشیدن مردمان باشه نمیرسید، در سانه خودش هم بین رفته بود، نه خودش مونده بود نه هدفش اجرا شده بود. رضا شاه چیکار کرد؟ غیر از این چیکار میتونست بکنه؟ رضا شاه تلگراف زد، فرمانده ارتش خراسان رو گفتن که تلگراف خونه، گفتش که تلگراف حضوری دارید با شاه. من اینی که دارم میگم، من چون هر چیزی میگم باید مستند باشه، من اینو خودم جایی نخوندم. آقای شاهین نژاد که یکی از بنیانگذاران جنبش نوسادی هستن و مورخ هستن و کتابهایی نوشتن، از جمله کتابی نوشتن نشیبی دراز است در پیش فراز، یه همچیش کتابی که علت تاریخ ایران نوشتن، به خصوص علت سقوط ساسانیان رو توضیح دادن
و کتاب دیگری نوشتن، باورهای ایران شهری که سیدیش هم هست و من از این کتاباشون بسیار بسیار چیز یاد گرفتم. ولی این برای من ایشون تعریف کردن، یعنی یک آدم معتبری تعریف کرد. گفتش که به فرمانده ارتش خراسان گفتن شاه شما رو برای یک تلگراف حضوری به تلگرافخونه خواسته. فرمانده ارتش خراسان رفت تلگرافخونه ساعت 1 بعد از ظهر 2 بعد از ظهر نشست. تلگرافچیه تلگراف زد که به تهران به شاه که قربان فرمانده ارتش اینجا نشسته. میدونید که تلگراف چطوری دیگه، با اینطوری میزنن نقطه خط نقطه میزنن، یه لکه سوراخ‌های رو کاغذ میاد، اونی که میتونه بخونه دست میزنه یا نگاه میکنه این خط نقطه ها رو میتونه بخونه. آدمای معمولی نمیتونن بخونن. من نمیتونم مثلا 2 نقطه به معنی الف، 3 نقطه به معنی ب، یه نقطه خط به معنی پ، یه خط یه نقطه به معنی مثلا ت، من اینا رو نمیدونم که اون تلگرافچی میدونه تون 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 اینا رو میخونه. از اون طرف، از طرف شاه یک تلگراف اومد برای این فرمانده ارتش خراسان. فرمانده گفت خب منم چی نوشته؟ این هیرنگش قرمز شد زرد شد نمیدونم. گفت چی نوشته بگو دیگه. گفتم معذرت میخوام، جسارت نباشه. گفت نه هر چی نوشته بخون. گفت علازن نوشتن که ما در قبه تو اونجا چیکاره ای؟ همین یه جمله، ما در قبه تو اونجا چیکاره ای؟ فرمانده ارتش خراسان شبانه دستور داد برید همه آخونده رو شهر جمع کنید، در خونه های همونه. بهلول گم گم شد، اصلا دیگه از اون وقت هیچ کس ندید این کی بود، کجا بود، چه اتفاقی افتاد. حالا اگر همینو مقایسه کنیم با کشور افغانستان، ببینید یکمی خردتون رو به کار بندازید. آقای امان الله خان قبل از رضا خان همین کار کرد، یعنی کشف حجاب کرد. اومد خانواده سلطنتی بدون حجاب اومدن، مثلا وزرا اینا هم بدون حجاب اومدن. یک کسی که بهش میگفتن بچه سقا، سقا اون کسایی رو میگن که دوش ببخشید مشک آب به دست میگیرن و میبرن آب میفروشن، به اینا میگفتن سقا. قدیم که لوله کشی اینا نبود، یک سقا خونه بود، یه دونه مثلا بشکه آب بود، یه نفر نظر میکرد مثلا یه پول میداد به این سقا، میگفت اینا آب بریزین تو، من مثلا فرض کنید $1 بهت میدم آب بریزون تو، $1 میگه آب بریزون تو، یه نفر دیگه مینفه، یه نفر میگه من $2 میدم یخ بندازون تو. در نتیجه مردم میتونستن در اون هوای گرم آب یخ بخورن. به این میگفتن سقا، به این مرد میگفتن بچه سقا. آدم بزرگ بودا، منتها از بچگی اسمش بچه سقا مونده بود، از وقتی پدرش سقا بوده خودش بچه سقا بوده. بهش گفتم بچه سقا، همینطور که بزرگ شده بود دیگه اون بچه سقا روش مونده بود. بچه سقا اومد گفت اسلام از دست رفت، ناموس از دست رفت. مردم افغانستان گفتن چیکار کنیم؟ گفت من فردا بهتون میگم چیکار کنیم. رفت خوابید، فردا بیدار شد گفتش که تو خواب یک سید نورانی به من ظاهر شد، گفت برید فلان جا رو بکنید توش اسلحه از اونجا. رفتن یه جایی رو مثلا یه بیابونی یه جایی رو کندن، دیدن پر اسلحه است. اسلحه رو آوردن پخش کردن بین اونایی که بودن، گفتن حالا پول میخواین؟ گفت من فردا بهتون میگم. فردا صبح اومد گفتش که من خواب دیدم یه سیدی اومد، همون سیده گفت پول فلان جا برید بکنید پوله. رفتن یه جای بیابونی کردن پوله. حالا اینا کی بودن؟ اینا انگلیسی ها گذاشته بودن. بهلول رو نمیدونیم کی فرستاده بود، اما احتمالا انگلیسی ها فرستاده بودن، چون که از اون شب دیگه غیبش زد دیگه، اصلا به شخص بهلول تو آخوندهای مشهد دیگه وجود نداشت. به هر حال فرمانده ارتش فردا شب رفت مسجد، دید که جمع شدن 1000 نفر 2000 نفر جمع شدن. گفتش که همتون برید، اگه وایسید من با گلوله میزنم. گفت رفتن، یه سری تیر هوایی در کرد، گفت برید وگرنه رو به شما میزنم. یه سری رفتن یه سری موندن، شلیک کرد بالای دیوارا، گفت برید وگرنه میزنم. یه سری رفتن یه سری موندن، آخر سر زد یه دیم کشته شدن. خب خانم آقایون، به نظر شما راه دیگری بود برای که اون
کشف حجاب و کوچلوار اجباری میموند، خیلی کارهای دیگری هم کرد. رضا شاه اولین گروه دانشجویان رو فرستاد خارج. البته من نمیگم این کار رضا شاه شروع کرد، این کار رو اجازه من بگم کی درست کسی آغاز کرد؟ عباس میرزا. عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه قاجار. ولی خب اونا 10 نفر فرستادن، 15 نفر فرستادن. رضا شاه مرتب گروه ها به گروه به گروه دانشجویان فرستاد خارج به خرج دولت درس بخونن، که همون دانشجویانی که رفتن به خرج دولت درس بخونن وقتی درس خوندن اومدن بر علیه رضا شاه شروع کردن به اقدام. رضا شاه دانشگاه درست کرد. خب دانشگاه که شوخی نبود که، با یک فرمان با یک دستور دانشگاه درست کرد. هم دانشگاه درست کرد هم دانشجویان فرستاد خارج. بعد نمیدونم تحصیلات رو دیگر تخت سیاه، ببینید تخت سیاه نیمیز و نیمکت آورد تو مدرسه ها و مدرسه ها رو به سبک اروپایی تدریس کرد. قبل از اون نبود یه هم چیزی. قبل از اون ببینید مثلا فرض کنید که من در شهر سبزوار به دنیا آمدم، درسته؟ اگه من در شهر سبزوار به دنیا آمدم وقتی که بزرگ می شدم، یعنی بچه بودم مثلا زمان مدرسم 6-7 سالم بود، من می فرستادم به یه مکتب خونه. مکتب خونه حالا یه ملاباجی بود یا مثلا حاج آقا بود یا یه چیزی بود، بیشتر ملاباجی بودن، یعنی خانمایی بودن. یه کتابی بود و نام عمه جوز. عمه جوز یک کتابی بود، سوره های از قرآن، سوره های کوتاه قرآن، نه سوره های بزرگا، سوره های کوتاه قرآن. مثلا 30 تا سوره از قرآن رو توی یک کتاب مثلا 20 صفحه‌ای چاپ کرده بودن، بهش گفتن عمه جوز. به ما هم گفتن اول الف و به و اینا رو یاد میدن، الف دوز بر ان و دو زیر بن و دو پیش بن و نمیدونم اینجوری اینا رو میخوندیم یاد میگرفتیم اینا. بعد شروع کردیم اینو خوندن. خب حالا یواش یواش میرفتیم بالا. من یه تابستون رفتم مکتب خونه یادم. بعد وقت یک کمی هم که جلو میرفتیم میگفتن که مثلا این شاگرد امروز خیلی خوب کار کرد، آزادی داریم. آزادی داریم یعنی چی؟ یعنی 1 ساعت زودتر تعطیل میشیم، 2 ساعت زودتر تعطیل میشیم. اون بچه‌ای که خوب متشویقش میکنیم به خاطر اون آزادی داریم، فردا باید یه کادوی برای به اصطلاح چیز بیاره. حالا مثلا ماهی یه پولی بهش میدادن، منتها بازم باید کادوی، مثلا این کلقندی باید بیاره یا مثلا یک کیسه برنج باید بیاره یا مثلا یک سبد تخم مرغ بیاره، خلاص یه چیزی برای خانواده‌اش باید میآورد. برحال وقتی که تحصیل تموم میشد، البته قبل از مدرسه، قبل از اینکه مدرسه بیاد، من که میگم من خب وقتی من بودم که زمان محمد رضا شاه بود که، ولی قبل از اون وقتی که اون مکتب خونه رو تموم میکرد تحصیلاتش تموم شده بود، فارغ التحصیل شده بود. حالا اگه میخواست ادامه بده دو راه وجود داشت، یا باید بچه عیون باشه، یعنی پدر مادرش پولدار باشن، معلم سرخونه استخدام کنه. حالا معلم سرخونه کی بود؟ معلم سرخونه اغلب فارغ التحصیلای دارالفنون بودن. دارالفنون مدرسه بود که امیرکبیر بنیان گذاشت. دارالفنون مثل دانشگاه بود، یعنی مثلا رشته طب داشت، رشته مهندسی داشت، فلان داشت، منتها برای که بری دانشگاه باید دیپلم داشته باشی بری تو دارالفنون. دیگه دیپلم اینا اون زمان نبود که هر کی میرفت تو میرفت تو. در نتیجه یه سری شاگردایی نمیکشیدن این دروس رو، یه سری سوا. در نتیجه اونچنانی که دانشگاه باید باشه دانشگاه نبود، ولی خب خوب بود، معلمین خارجی داشت، معلمین فرانسوی، نمیدونم بلژیکی، اینا رو آورده بودن، آلمانی، اینا دروس مختلف رو درس میدادن، بعضیا خوب یاد میگرفتن. وقت میرفتن از اون فارغ التحصیلای دارالفنون استخدام میکردن، اغلبشون هم آخوند بودن، یعنی دارالفنون نشسته بودن درس خونده بودن ولی آخوند بودن، با لباس طلبگی نمیدونن چه بودن. بعد اینا میامدن معلم سرخونه میشدن. وقتی ما یا بعد پس گفتم دو راه بود دیگه، یعنی مکتب بود نمون کردی، دو راه برای ادامه تحصیل بود، یا باید معلم سرخونه میگرفتی که باید مثلا جبر و ریاضی و زبان فرانسه و مثلا زبان صرف و نحو عربی و یه چیز دیگه باید یاد بده، یا باید میرفتی حوزه علمیه. حوزه علمیه اگه میرفتی حوزه علمیه بهت پولم میدادن،
یه اتاق میدادن، دو نفری تو اون اتاق زندگی میکنن، دو تا خوندن با هم، هم معمولا مثل کشیشا که با هم کار میکردن، اونا با هم کار میکردن. بعد به هر حال تحصیلات چون ادامه میدادن، من دیگه بر حسب استعدادشون دیگه، مثلا اونایی که میرفتن تو حوزه‌های علمیه اغلب افراد مختلف از جای مختلف بودن دیگه، بعضیشون با استعداد بودن، بعضیشون کم استعداد بودن. اونایی که کم استعداد بودن مثلا مداح میشدن یا پا منبری میشدن، منبری که میخوند یه در صداش خلط میشد، یک چند بیت اینا میخوندن. همین مدهایی که الان همه بچه هایی که میرن پلوشون قرآن یاد بگیرن میبرن، چون توی آقا تابستون پسر بیا بریم یک آبی به تنمون بزنیم، بریم توی حمام نمره. بعد خودش یارو میگفت که میگفت اول ماساژ داد منو، بالاخره فلان فلان. بعد اون وقت وقتی که این کار تموم شد میگفت پسرم توبه کنیم، ما خدا گفته گناه کنیم تا توبه کنیم، توبه کنیم ببخشید فلان کنیم. پس حرفش هم جایی نزنی ها. البته من نمیگم که در زمان پهلوی ها این مشکلات نبود، در زمان پهلوی ها این مشکلات بود، خب همین اوضای علمیه بود، همین حرف ها بودن و همین اتفاقات فت و فرابون هم میافتاد. الو 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 بله بله. خب برگردیم به پهلوی ها. ببینید آقای رضا شاه بسیاری مملکت رو پیشرفت کرد. اولا آقای رضا شاه، بعضی ها میگن رضا شاه رو انگلیسی ها بودن، من حالا براتون توضیح بدم. ببینید این عکسی رو که میبینید، این آقای سید ضیاءالدین طباطباییه. اجازه بدیم این تلفن چی میگه. من این تلفن، این همونطوری گفتم این عکس آقای سید ضیاءالدین طباطباییه. بعد این هست، این آقای سید ضیاءالدین طباطبایی، ایشون یه روزنامه نویس بود، روزنامه رو می نوشت به نام رعد در زمان احمد شاه. بعد توقیفش کردن، بعد یک روزنامه، معمولا اون زمان اینطوری بود، روزنامه رو توقیف می کردن. اینا چند تا امتیاز دیگر هم داشتن، یه روزنامه دیگری درست کرد به نام شرق، یا مثلا درست که برق، همینطوری ره توقیب میشد شرق در میامد، شرق توقیب اینطور میشد برق در میامد، اینجوری اون روزنامه رو منتشر میکرد. این آقای ضیاءالدین طباطبایی خیلی دوست داشت خودشو با موسولینی مقایسه کنه. موسولینی دیکتاتور آلمان که ببخشید دیکتاتور ایتالیا که به اصطلاح بسیار پیشرفت کرد در ایتالیا به مقام فرض کنین که رئیس جمهوری رسید. اون البته اون زمان هنوز موسولینی به اون مقام نرسیده بود، هنوز موسولینی یه روزنامه‌نگار مشهور بود در ایتالیا و این خودش رو با اون مقایسه میکرد. اومد و خودم انکار نمیکرد که من با انگلیسی ها ارتباط دارم و خودش در نوشته نوشته که هرکی با انگلیسی ها بد بود از پای در میامد. میدونید اون موقع انگلیسی ها خیلی در ایران نفوذ داشتن، میگفت هر کی با انگلیسی ها بد بود از پای در میامد، ولذا من برای که بمونم باید با انگلیسی ها همکاری میکردم. البته همکاری هم نه اونچنان هم نکرد، یعنی کشور رو نفروخت. مثلا فرض کنیم که وسوق و دوله رفت یه قرارداد بست که ما به انگلیس قرار میذاریم که تمام از سرهنگی به بالا تمام انگلیسی باشن و در وزارتخونه ها از مدیر کل به بالا همه انگلیسی باشن. و این هم قرارداد بس، قرارداد 1917 ببخشید قرارداد 1919 مشهوره که در واقع ایران خودش امضا کرد که من مستعمره انگلیسم. البته اون قرارداد هیچ وقت اجرا نشد، برای که یک سرهنگ ارتش بسیار وطن پرست و شرافتمند به نام فضل الله
الانسانشو یادم میاد بهتون میگم، این سرنگ ارتش پشت میز خودش با لباس رسمی، با لباس افسرا دو جور لباس میدن، یکی میگن لباس کار که مثلا میرن سربازا رو تعلیم بدن یا اونا، یکی یا مثلا میرن اردوهای تابستونی زمستونی اونا رو میشن. آقفلی، سرهنگ فضل الله آقفلی با لباس اون رسمی که مثلا میرن فقط میرن پلوی شاه مثلا اون لباس میشن، با اون لباس اومد پشت میزش و یک نامه نوشت که نوشت که من به این قرارداد که کشور منو زیر پای انگلیس در میاره، زیر سلطه انگلیس در میاره، اعتراض دارم و با هفت‌تیر خودکشی کرد پشت میزش. و بعد اتفاقات دیگه که هیچ وقت اون قرارداد انجام نشد، ولی مثلا منظورم که وثوق الدوله اینطوری، اما این زیادین طباطبایی اونجوری نبود. زیادین طباطبایی اینکه ایران بسیار در زمان حمادشاه وضعش بد بود، در این واقعه بسیار وضعش بد بود، یعنی اینجوری بود که هر اگه بخوایم من دارم نگاه کنم، یعنی مثلا میبینی توی کشور 20 قلدر در 20 منطقه میگن ما خودمون هستیم، به دولت مرکزی از کار نداریم، از جمله شیخ خزر که خوزستان گرفته بود خودش با انگلیسی ها قرارداد میبست، از جمله اسماعیل آقا سیمتو، از بسیار دیگر جای مختلف شمال شرق غرب همه جا، حتی نزدیک تهران نایب حسین کاشی نزدیک تهران گردنه میزد، اتوبوس ها رو لخت میکرد. و این همه یعنی ایران ملوک و طوایفی شده بود. انگلیس نمیخواست اینطوری بشه، دولت انگلیس میخواست ایران یک پارچه و محکم بمونه و بتونه از ایران سود ببره. اولا که اون موقع تلفن و اینا به این شکل نبود، یه خط تلگراف بود بین لندن و هندوستان که اون خط از ایران میامد میرفت، نمیخواست که اون خط مثلا بیان تیرا رو بشکنن بردارن ببرن، سیما رو بردارن ببرن. در ثانی نفت داشت و نمیخواست لوله های نفت، میخواست امنیت باشه تو ایران. سه جیادن طباطبایی بهش گفتن که تو برو یه نفر پیدا کن که بیاد همه این کار رو کنه. رفت به هر کی گفت، مثلا فرض کنیم به فلان سردار مثلا مازندران، آقا تو بیا اینجا درست کن. سردار گفت اگه من بخوام نه، خالصا هیچ کی حاضر نشد بیاد، درازا نکشه برات. زیادین طباطبایی به خودش گفت خودم من میرم این کارو میکنم. خودش که اومد احتیاج به یه نفر داشت که بتونه نیروهای قزاق رو هدایت کنه و از قزوین بیاره به تهران، و یک افسری رو پیدا کرد به نام رضاخان. رضاخان رو کشفش کرد آقای زیادین طباطبایی، و رضاخان رو انگلیسی ها روش مطالعه کردن و تایید کردن، گفتن این خوبه. یعنی رضاخان نگفت برید بیاد منو مثلا فلان کنه، که اونا دیدن این افسر با جربوزه و خوبیه، با این آوردن آقای زیادین طباطبایی به اون رقب سردار سپر و اون به رضاخان داد، گفت رضاخان سردار سپر. و به هر حال اینا گودتا کردن، این زیادین طباطبایی شد نخست وزیر آقای احمدشاه، و آقای رضاخان هم شد سردار سپه دیگه همینطور. بعد یواش یواش بعد از مدتی بالاخره خود رضاخان شد نخست وزیر. وقتی خودش نخست وزیر شد، احمدشاه رفت خارج، مون دیگه. احمدشاه یک آدمی بود که دیگه نمیخوایم دربارش صحبت کنیم، فقط من یک کلم بگم، پادشاه ایران بود، از دولت انگلیس حقوق گرفت، بعد میگفت باید من بازنشستگی هم به من بدید، اگه من از کشور اخراج شدم شما باید من حقوق بدید تا آخر عمرم. یه همچه آدم هایی بودن. برحال آقای رضاخان پادشاه شد. در زمان این پدر و پسر مشکلات بود، بیقانونی بود، تبعیض بود، پارتی بازی بود، دزدی هم بود، ولی در مجموع ایران با سرعت ترقی کرد، به طور که آقای محمد رضا شاه توی یک دانشگاه امریکا دست گذاشت این توی آرنجش، گفت نوبت حکومت شما چشم آبی ها بر دنیا تموم شده، حالا ما باید ما چشم سیاه ها بر دنیا حکومت کنیم. من از جناب سربی موقتا خداحافظی میکنم تا فرصت دیگری دوباره بیام در تلویزیون مردم تیوی. از شما بینندگان عزیز و خوب مردم تیوی هم خداحافظی میکنم تا فرصت بعدی
دوباره افتخار پیدا کنم که در خدمتتون باشم. شاد و پیروز و تندرست باشید.